با سلام و درود بی پایان به همه عزیزانی که الان نشستن پای برنامه گفتگو و ما رو دارن از شبکه جهانی دریملند تماشا میکنن. برنامه گفتگوی امشب یه حال و هوای خاصی برای من داره. من چند روز پیش یه برادر خوب، یه دوست عزیز که حداقل 17 سال خاطره باش دارم رو از دست دادم. دلم میخواد موضوع این برنامه رو به دپرشن و انزایتی و بیماری افسردگی اختصاص بدم. برای من خیلی خیلی سخت بود که امروز بیام بشینم جلوی دوربین و راجع به این صحبت کنم. قبل از هر چیز از همه شما معذرت میخوام اگر که در شرایطی نیستم که بتونم خیلی خوب باهاتون صحبت کنم، به خاطر اینکه غم از دست دادن یه عزیز، اونم وقتی اینقدر تازه باشه، خب خیلی سخته. میدونم که ایشون الان در جای بهتری هستن و دیگه غم و غصه و رنجی ندارن، اما خدافظی بعد از 17 سال خاطره کار خیلی سختیه. الان که من اینجا نشستم دارم به خاطرات خوبی رو که توی ذهنم مرور میکنم و افسوس اون روزها رو میخورم و میگم که کاش روز دیگه میومد و من میتونستم اون رو ببینم. کاش که این برادر، این دوست هنوز پیش ما بود، یا من میتونستم کاری براش بکنم که اونو شادتر بکنم. ولی برای من خیلی دیر شده. میدونم که همه ما مخصوصا تو روز و روزگار امروزی که همه ما مشغولیات خاص خودمونو داریم، همه به دنبال گرفتاری های خودمون هستیم، همگی توی دنیای زندگی میکنیم که به سرعت داره حرکت میکنه و برای هیچ کس وای نمیسه، ما همش از صبح بلند میشیم تا شب میریم سر کار، فرصت اینو نداریم که برای عزیزانمون وقت بذاریم. ولی بعدن یه روزی میاد که افسوسش رو میکنیم. بیماری دپرشن و انزایتی زخمی نیست که بشه دیدش. اگه تو ببینی کسی دست شکسته یا یه زخمی برداشته یا خونی از جاش میاد، به راحتی میتونی ببریش دکتر، میدونی دردش چیه، میدونی مشکلش چیه. اما بیماری افسردگی واقعا یک سم کشنده است که هیچ زنگ خطری نداره. هیچ کدوم از ماها نمیدونیم که الان عزیزی که کنارمش نشستیم، داریم باهاش زندگی میکنیم، هر روز میبینیم توی دلش چی میگذره. خوبه که یه مقدار بیشتر فکر بکنیم، یه مقدار هوای همدیگر رو داشته باشیم. برای من خیلی 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 سخت بود که بیام بشینم جلوی دوربین و راجع به این دوست عزیزم صحبت بکنم، یا اصلا راجع به این موضوع صحبت کنم. از شما معذرت میخوام که 100% نمیتونم اونطور که باید و شاید در خدمتون باشم، ولی رسالت برنامه گفتگو و شبکه تلویزیونی دریملند اینه که ما آنست باشیم، خودمون باشیم و بتونیم حرفای دلمون رو بزنیم. من امروز اومدم تو برنامه گفتگو حرفای دلم رو بزنم. خیلی دنیا فرق کرده، فرصت ها خیلی کم شده. شاید اگه 20 سال پیش بود تلویزیون، فیسبوک، موبایل اینا وجود نداشت، میشستیم دور یه میزی، یه گپی، یه گفتگویی، کسی از کسی دیگه حالشو میپرسید، همسایه از حال همسایه با خبر بود، از همدیگه میپرسیدیم آقا حالت چطوره. ولی امروز همه با هم چت میکنن، با هم تکس میزنن و کسی اصلا فرصتی نداره برای کسی دیگه وقتی بگذاره. گفتم که من امروز که اینجا نشستم افسوس اون روزها رو میخورم و میگم کاش که بیشتر زمان بیشتری رو با تو دوست عزیز گذرونده بودم. کاش که ازت میپرسیدم که واقعا توی دلت چی میگذره، راهی داشت که من تا رو خوشبخت میکردم، خوشحالت میکردم، کاری میکردم که میتونستی مشکلاتت حل میشد. بیماری انزایتی، بیماری دپرشن
خیلی از لحاظ آماری بالاست، ولی چون معلوم نیست، کسی ازش خبر نداره، هیچ رقم و عددی نمیشه براش گذاشت. نمیشه گفت چه قسمتی از جمعیت مثلا الان دپرسن. زندگی مدرن شاید همه ما یه جورایی دپرس باشیم، خودمونم نمیدونیم. گرفتاری های روزی داریم، انقدر به فکر متریالیستیک فکر میکنیم که اصلا روز و روزگارمون عوض شده. اونطوری که باید و شاید به همدیگه نمیپردازیم. یادم نمیاد که آخرین بار کی بوده که نشستیم و راجع به همدیگه صحبت کردیم. به نظر من بیشتر وقت ما توی فیسبوک گذشته که بیاییم احوال کسی رو بپرسیم، برای کسی لایک بذاریم، ولی واقعا نیومدیم بپرسیم بگیم آخه واقعا حالت چطوره. دلم میخواد که برنامه گفتگو رو اینجا به همه اون آدمایی که دارن منو تماشا میکنن گفتگوی امشب رو به این موضوع اختصاص بدم که یه بار، یه دقیقه، 10 دقیقه هممون یه لحظه فکر بکنیم، به اطرافمون نگاه بکنیم، به دوستام، به عزیزانم، به فامیل نزدیکمون فکر بکنیم. آیا هممون خوبیم؟ سختی‌ها و مشکلات هممون میتونیم یه جور باهاش دیل بکنیم؟ مطمئنا نه، اینطوری نیست. بعضیا قوی‌ترن، راحت میتونن مشکلاتو پس کنن. بعضیا ضعیف‌ترن و ضربه میبینن. ما چه کمکی میتونیم به اینا بکنیم؟ این سوالاتیه که باید از خودمون بپرسیم قبل از اینکه خیلی دیر بشه. دلم میخواد که شما بیاین توی فیسبوک این برنامه و برای من بنویسید، از خاطرات شخصیتون بنویسید، از فکرتون، نظرتون، چون هیچ راه حل خاصی توی ذهن من الان نمیرسه. امیدوارم تو برنامه بعدی، تا یکی یا یه دونه از برنامه‌هایی که آینده میاد، ما یه نفری رو داشته باشیم، یه متخصصی رو که بتونیم به طور جدی به این مسئله بپردازیم. بیماری افسردگی مثل سم کشنده است، اما هیچ زنگ خطری نداره. زنگ خطر رو الان من دارم به صدا در میارم. خوب دور اطرافتون رو نگاه کنید، خوب به کسایی که براتون مهمن فکر بکنید، حالشون رو کامل بپرسید. اگه سرکار یه همکاری مثل روزای دیگه سرکارش نیست، براتون اهمیت داشته باشه، برین حالش رو بپرسید. اگه از یه دوستی که هر روز میخندیده، هر روز میدیدینش، ولی چند روزی سرحال نیست، برین حالش رو بپرسین، ببینید چه مشکلاتی داره، روزگارش چطور تغییر کرده. نمیخوام بیشتر از این راجع به این مسئله که غم و غصه داره صحبت بکنم. میدونم که با این حرف ها ممکنه شب و شادی شما رو به هم بزنم، ولی دلم میخواست که این حرفی که توی دلم بوده با شما شیر بکنم. ولی همیشه راه های بهتر هم وجود داره. سعی کنیم به همدیگه انرژی مثبت بدیم، سعی کنیم همیشه همدیگه رو خوشحال بکنیم. حواسمون باشه حرفایی که میزنیم دل کسی رو نشکنیم. همونطور که گفتم به همدیگه خیلی بیشتر بپردازیم. دلم میخواد توی این برنامه یه نفر متخصص داشته باشیم که بتونید شما سوالاتتون رو بپرسیم، چون که من به شخصه هیچ اطلاعاتی راجع به این بیماری دپرشن و انزایتی ندارم. شاید حتی ما توی دوره ای از زمانی این تجربه رو داشتیم، ولی حالا به خاطر پرسنالیتی قوی بودن تونستیم اینو پسش کنیم. ولی هیچ گارانتی وجود نداره که اگر یه اتفاقی توی زندگی بیفته و نتونیم با اون کاپ بکنیم چه اتفاقی میفته. نذارید زمان بگذره
و افسوس اون روزها رو بخوریم. دلم میخواد که همینجا این بحث رو تمومش بکنم، ولی باز یادآوری میکنم به فکر عزیزانتون باشیم، کمتر سرمون توی موبایل باشه، بیشتر همدیگر رو تماشا کنیم، موزیک خوب گوش بکنیم، به همدیگه فکر بکنیم، کمتر تکس بزنیم، با همدیگه حرف بزنیم، بشینیم دوره هم راجب خاطرهای خوب حرف بزنیم، به همدیگه کمک بکنیم، بذاریم مشکلات همدیگه حل بشه. برنامه گفتگو مال شماست، دلم میخواد که شما هم نظراتتون رو بگی. خیلی ها حتما با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن، یه کسایی رو میشناسید که الان به سختی دارن این مراحل رو میگذرونن. اگه دلتون میخواد میتونید بیاین و نظراتتون رو با ما شیر بکنید، خیلی خوشحال میشیم ازتون بشنویم. سلام مجدد، با برنامه گفتگو در خدمتتون هستیم. یه معذرت‌خواهی بزرگم به شما بدهکارم، امیدوارم که شب شما رو خراب نکرده باشم به خاطر حال هوایی که دارم، ولی خب دلم میخواست که با شما اینو شیر کنم، چون اصلا رسالت برنامه گفتگو اینه که بیایم بشینیم با هم گپ بزنیم. دلم هم نمیخواد همیشه اینجا بشینیم و متکلم الوحده باشیم، از شما هم بیشتر میخوایم بشنویم، ولی فکر کردم که این ممکنه یه مسئله جامعی باشه که شما هم دلتون میخواد راجبش حرف بزنید. چیزی که خیلی الان به نظرم رسید این که چند تا نکته خوب بذار راجب چیزای خوب حرف بزنیم، حالا بعد از همه این حرفای غصه دار. اول این که من خیلی خوشحال شدم چند تا برنامه گفتگو رو که ضبط کردیم، به نظر میرسه که اطلاعات خیلی خیلی خوبی رو ما تونستیم انتقال بدیم به شما و فیدبک هایی که گرفتیم عالی بود، عالی بوده. من خودم به شخصه خیلی 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 خوشحالم از اینکه تونستم یه سهم خیلی کوچیکی داشته باشم و به سوالای شما جواب بدم. واقعا روز اول که شروع میکردیم من ایمان داشتم که این برنامه میتونه خیلی سازنده باشه، خیلی خوب باشه، چون که این برنامه مال شماست و به زبان و ادبیات شما صحبت میکنه. روزی که با میلاد عزیز نشستیم و به برنامه گفتگو فکر کردیم، قرار شده بود که من روی کاغذ چیزی بنویسم و بیام جلوی دوربین و از روی اون بخونم، ولی دیدیم که برنامه گفتگو بهتره که یه گفتگو باشه، گفتگو بین شما و برنامه ما توی تلویزیون دریملند. هیچ هدف خاصی رو نداره، قرار نیست به کسی بگه چی کار بکنه یا چی کار نکنه، فقط قرار طرح مسئله، طرح گفتگو بکنه. شما بیاین و با ما با گفتگوتون ما رو ثابت قدم تر بکنید، بیشتر به ما انرژی بدین، ما خیلی خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم. یه خبر خیلی خوبی که الان داریم اینه که حتما شما رو صفحه فیسبوک ما دیدین که روز به روز تعداد بینندگان شبکه جهانی تلویزیونی دریملند داره اضافه تر میشه. ما اعتقاد داریم که این تلویزیون یه روزی خواهد اومد که یکی از پربیننده ترین تلویزیون‌های ایرانی بشه، چون که این تلویزیون متعلق به شماست، پر از برنامه‌هایی که شما خواستین، به شماها گوش میکنه و صدای شماست. در راستای این پیشرفت دو تا خبر خیلی خیلی خوب داریم. اولش اینه که یه برنامه جذاب داریم به نام سیرخ از یک نما. این برنامه یه برنامه‌ای که راجع به سینمای ایران و جهان صحبت میکنه.
تو این برنامه سعی شده که از صاحب نظرهای سینمایی و تلویزیونی بهره بگیرن و هدفش و سعی این برنامه اینه که با پیام این فیلم های سینمایی بیشتر آشنا بشن. جناب میلاد زهروندی خودشون این برنامه رو اداره خواهند کرد و میدونم که با خیلی از چهرهای معروف سینمایی و تلویزیونی صحبت خواهند کرد و اطلاعات بیشترش رو حتما روی فیسبوک شما خواهید دید. خبر خیلی خیلی خوب اینه که یه برنامه پر انرژی داریم که مطمئنم این یکی از برنامه های پرطرفدار شبکه تلویزیونی دریملند خواهد شد. اونم قصد داریم که یه برنامه رو بذاریم که بهترین های موزیک ویدیوهای ایرانی رو معرفی کنیم. اسم این برنامه تاپ 10 ایرانیه و آخر هفته ها سعی میکنیم که پرطرفدارترین موزیک ویدیوهای ایرانی رو پخش بکنیم و شما بیننده بیاین و بهشون رأی بدین. شما اون موزیک ویدیویی که خیلی دوست دارین رو انتخاب بکنین، حالا یه خواننده‌ای که دوست دارین یا اگه از موزیک ویدیوش خوشتون اومده یا آهنگ مورد علاقتونه بهش رأی بدین و اونو به عنوان بهترین انتخاب کنین. خبرای بیشتر راجع به اون و اطلاعاتش رو حتما روی فیسبوک خواهید دید. چند تا مژده داره، چند تا خبر خوب داره و چند تا سورپرایز هم داره که من اینا رو الان نمیگم. حتما به شبکه تلویزیونی دریملند توی فیسبوکش یا توی وبسایتش سر بزنید و از چند و چونش با خبر بشین. از دپرشن شروع کردم، از برنامه کمی غصه‌دار بود اولش، از همه شما دوباره من معذرت میخوام. خیلی در حال هوای خوبی نبودم که بتونم مثل همیشه با انرژی و پر قدرت بیام و باهاتون صحبت کنم، اما قول میدم که هفته دیگه سرشار از انرژی بشینم جلوی دوربین و با شما صحبت کنم. یه چیز خیلی خوبی که الان یادم افتاد، خیلی تلفن‌های خوبی شد، یه عالم پیام و مسیج خوب اومد به خاطر برنامه‌های قبلی گفتگو و من حتی شنیدم که بعضی از عزیزان نوت برداشته بودن و سوالای خودشون رو مطرح کرده بودن و به ما فرستاده بودن. باعث افتخاره این که فقط بدونی که یه سهم کوچیکی داری که میتونی یه بار کوچیکی رو از دوش هموطنت برداری و این واقعا رسالت برنامه گفتگو و عمدتا شبکه جهانی تلویزیون دریملند. ما اصلا برنامه گفتگو رو روزی که راه‌اندازی کردیم هیچ دیالوگ و اسکریپتی براش ننوشتیم. گفتیم که این برنامه گفتگو مال شماست، شما راجبش حرف بزنید، موضوعاش رو شما بگین، ما فقط کلام شماییم، نمیخوام اینجا متکلم البحث باشیم. فکر میکنم دیگه برای امروز کافی باشه. کلی خبر خوب داشتیم، قصه داشت شروع کردیم ولی کلی خبر خوب هم داشتیم. از شما میخوام که به حرفای من دوباره فکر بکنید، انرژی مثبت بدین، تاپ 10 رو گوش بکنید. موزیک همیشه آدم رو پر از انرژی میکنه. به چیزای خوب فکر بکنید، به همدیگه عشق بورزین، همدیگه رو دوست داشته باشین. دنیا خیلی کوتاهه، خیلی خیلی کوتاهه، نذارید افسوس روزهای گذشته رو بخورید. فیلم تماشا کنید، برقصید، موسیقی خوب گوش بکنید، همدیگر رو دوست داشته باشید. ما هم شما رو دوست داریم، منتظر نظرات شما هستیم. برنامه گفتگو رو همینجا تموم میکنم، در خدمت شما هستم و از همتون خداحافظی میکنم. شب و روزهای خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.